تعطیل خاصی عملیات رو انجام میشه. سعی میکنیم در قالب دو سه تا مسئله که بیشترش الگوریتم مرتب سازیه با تحلیل زمان اجرا آشنا بشید. و اگر فرصت شد در مورد حل روابط بازگشتی هم صحبت آخرش میکنیم. و قبل از که بحث رو شروع بکنیم، ما تامین اول رو یه سایت درس گذاشتیم. احتمالاً بعد از تعمیم فکر کنم دیگه امروز تمام بشه دیگه. بعد از تعمیم همه تون هم عضو اون پیازا خواهید شد و از طریق پیازا میتونید تامین رو بگیرید. یه نکته دیگه هم میگم، حضور در کلاس هم اجباری نیست. اگر مطلب فکر میکنید تکراری واسه تون، میتونید سر کلاس حاضر نشید. خب بریم سراغ تی‌ای. ساعت تی ای دوشنبه ساعت 12 تا 1 همین اتاق سر 1 فردا نه، روی فایل اکسلی که روی سایت درس موجوده نگاه بکنیم مشخص هست که کجا و چه زمانی کلاس حل تمرین تشکیل میشه. اگه اشتباه نکنم کلاس حل تمرینتون هفته بعد دوشنبه است، این هفته کلاس حل تمرین نخواهید داشت. نه کویزا جداست. احتمالاً کویزا سر کلاس گرفته میشه. اما خب کلاس حل تمرین به قضیه کلاس به ما نمیدن، چون بقیه درسان همشون حل تمرین دادن و تقریباً اکثر کلاس ها ساعت 12 تا 1:30 پر هست. خب بریم سراغ تحلیل زمان اجرا الگوریتم. خیلی چیز خاصی نداره. نمونهش هم جلسه تقریباً اول دوم دیدیش. تنها نکته که وجود داره اینه که تو محاسبه زمان اجرا دو تا نکته رو باید در نظر بگیرید. عملیات های رایج هزینه‌اش او یکه. مثلا میخواد جمع بزنید، ضرب بزنید، تقسیم بکنید، اینا رو ما همه رو هزینه‌اش او یک در نظر میگیریم. میخواید اسایمنت انجام بدید، یه متغیر مساوی بی به علاوه سی قرار بدید، همه این عملیات های رایج که توش تعداد کمی دو تا سه تا یک تعداد کانسنتی متغیر درگیر قضیه هستن، فرض رو برای اینه که اون عملیات تو زمان کانسنت قابل انجامه. مشابه مثلا A مساوی B به علاوه C، A مساوی B به علاوه C ضرب در D، اینا فرض رو برای اینه که همه این عملیات ها تو زمان کانسنت قابل انجامه. اینکه بخوایم بین عملیات ها فرق قائل بشیم، بعد توی محاسبه زمان اجرا به مشکل برمیخوریم. اینکه بخوای فرق بذارید بین عمل جمع، فرق بذارید بین عمل ضرب و شما میدونم تقسیم و منها اینا، یا حتی اینکریمنت، اینا هزینهشون واقعیتشون یکسان نیست. اما واسه ما سخته که بخوایم واسه هر عمل یه هزینه رو در نظر بگیریم، بعد بیایم واسه اونها با این دقت بشیم عمل محاسبه کنیم. بنابراین فرض اون برای اینه که همه اینا هزینهشون شبیه هم دیگه است و هزینهشون او یک. او یک منظور اینه که یک کانستنت. مثلا فرض کنید که مثلا اینا 30 ثانیه طول میکشه که قاعدتا تو کامپیوتر موجود مثلا عملیات جمع و ضرب احتمالاً مثلا 10 به توان منفی 8 ثانیه انجام میشه. این 30 قطعا یه عدد کوچیکه واسه کامپیوترهای فعلی. خب این نکته اول. نکته دوم اینه که توی محاسبه کاری که شما باید بکنید اینه که هزینه هر خط رو باید ضرب در تکراری اولا هزینه هر خط شما میشه اینکه چند بار تکرار میشه و نهایتا اینکه هزینه‌اش چقدر، این دوتا در هم دیگه ضرب بکنیم میشه هزینه اون خط. حالا کاری که من باید بکنم اینه که چیه؟ بذار همه خطا این هزینه رو با هم دیگه جمع بزنم. فقط یه نکته خیلی کوچیک، اونم فقط در مورد ایفه. ایف اگه نگاه بکنید توی محاسبه زمان اجرای ایف اگه دقت بکنید این دو تا تیکه برنامه است.
بعضی موقع ممکنه این اجرا بشه، بعضی موقع ممکنه این اجرا بشه. توی محاسبه زمان اجرای ایف کاری که میکنن که ماکسیموم میگیرن. اگر زمان اجرای این کل این تیکه A باشه، کل این تیکه هم B باشه، کاری که شما بکنید زمان کل ایف میشه ماکسیموم A و B. دیگه بقیه‌اش حلقه که مشخصه چیه. حلقه باید فقط باید تعداد تکرار رو حساب بکنید، اونام که داخل حلقه نیستن که صرفا هزینه‌شون کانستانته. تقریبا محاسبه زمان اجرا خیلی کار پیچیده‌ای نیست، اگر فقط همین نکات دو تا نکته رو رعایت بکنید خیلی کار سختی نیست. ما سعی می‌کنیم با دو تا مثال، قبلا فکر کنم تو جلسه دوم بود ما الگوریتم اینسرشن سورت رو گفتیم، اگه یادتون باشه اونجا یه خود دقیق‌تر بررسی کردیم. مثلا عمل جمع رو گذاشتیم C1، چون عمل ضرب رو گذاشتیم C2، هر خط و زمان اجراش رو متفاوت در نظر گرفتیم. اما آخر سرش دقت کرده باشید دیدیم که اصلا کانستانت واسه ما اهمیتی نداره. مثلا جمع کانستانت رو گرفتیم A بزرگ. بنابراین اون چیزی که واسه ما مهم هست اینه که زمان اجرا وابستگی به N چقدر میشه. اینکه ضرب کانستانت کوچیک بزرگ خیلی واسه ما اهمیت نداره. خب بریم سراغ دو تا الگوریتم مرتب سازی. بذارید با بابل سورس رو شروع بکنیم که خیلی ساده است. قاعدتا میشه روش متفاوتی واسه سورت کردن به دست آورد. جلسه اول این سشن سورت رو گفتیم، امروز هم دو تا روش میگیم، بعدا سه چهار تا روش دیگه، حتی شاید بیشتر 7 8 تا روش دیگه واسه مرتب سازی به شما میگیم. خاصه واسه مرتب سازی روش های مختلف وجود داره. اون چیزی که مهمه اینه که زمان اجراش سعی بکنیم که زمان اجرا کمتری باشه. خب بعضیا به لحاظ زمان اجرا ممکنه زمان اجراشون زیاد باشه، اما پیاده سازیشون خیلی ساده باشه. مثلا این سشن صوتی که جلسه قبل دیدید خیلی پیاده سازی ساده بود، اما خب زمان اجراش N2 هستش. بریم سراغ بابل سورت. بابل سورت هم الگوریتم خیلی ساده ایه. حالا کدش هم می‌نویسیم، زمان اجراش هم تحلیل می‌کنیم. فرض بکنید که مثلا اعدادم به این شکل باشه، من می‌خوام اینا رو مرتبش بکنم. توی بابل سورت اتفاقی که می‌افته از دوتای آخر شروع می‌کنه، با هم دیگه مقایسه میکنه، کوچکتره رو میفرسته به سمت چپ. یعنی عملا تو مرحله اول یک میاد اینجا، شش میاد اینجا، بعد میاد دوتای بعدی یک با پنج رو مقایسه میکنه، کوچکتره رو شیفت میده به سمت عقب، بعد هفت رو با یک مقایسه میکنه، یک میاد اینجا، هفت اینجا، یک و دو، و نهایت یک با چهار مقایسه میشه، یک میاد اینجا و چهار میاد. اما اتفاقی که افتاد چی بود؟ کوچکترین اومد سر جاش. شما یه بار آرایه رو خوندید از انتها تا ابتدا. و اما اتفاقی که میفته کوچکترین میاد اول جا سر جاش. خب بس تا اینجا کارم تموم شد. یعنی این قسمت دیگه نیازی به دست دادن نداره. بذاریدش کنار. من چیزی که باید مرتب بکنم از اینجا تا اینجاست. خب حالا کاری که میکنم دوباره از انتهای آرایش شروع میکنم، همین کار رو تکرار میکنم. اما دیگه نیازی ندارم که از این رد بشم دیگه، نه؟ کافیه همینجا که رسیدم متوقف بشم. 6 رو با 5 مقایسه میکنم، اتفاقی نمیفته. بعد میام 5 رو با 7 مقایسه میکنم، 57 جابجا میشه. عملا میشه 6 که اینجاست، 7 میاد اینجا، 5 میاد اینجا. 5 با 2 اتفاق خاصی نمیفته چون بزرگتره، دو با چهار جابجا میشه، دو میاد اینجا، چهار، پنج، هفت، شش. دیگه نیازی نیست دو رو با یک جابجا بکنم چون مطمئنم که اون یک مینیمم بوده دیگه. اولا جابجایی رخ نمیده که من بخوام جابجا بکنم. خب همین روال میشه امتحان دیگه. الان نگاه، این قسمت تموم شد، یک و دو اومدن سر جاشون. اولا من یک رو گذاشتم کنار، با این کارم دارم بین این عناصری که باقی مونده دارم مینیمم میگیرم، مینیمم میذارم عنصر دوم. بعد اینو دو تا گوشم کنار، بین اینا دارم با این کار مینیمم میگیرم، مینیمم میذارم این خونه سوم. قاعدتا الگوریتم باید درست کار بکنه دیگه. اثبات درستش هم طبق همین چیزی که گفتیم
برقرار هست. حالا اگه کدش هم میخواید بنویسید خیلی کد پیچیده ای قاعدتا نباید باشه. بذار من کدش رو بنویسم و فقط شروع کنیم تحلیل کردم. تحلیلش هم چیز چندان پیچیده ای نیست. مشابه الگوریتم اینسرشن سورت الگوریتم خیلی ساده است. اگه به الگوریتم نگاه کنیم، الگوریتم چیکار میکنه؟ انمن های یک بار شروع میکنه از آخر آرایه کوچکترین عنصر رو پیدا میکنه، میذاره سر جاش. این فوره در واقع همون کار داره میکنه، میگه از n بار مینیمم پیدا بکن. هر بار که مینیمم پیدا میکنیم، وقتی گام آیوم رو شروع میکنیم، چون وقتی گام آیوم رو شروع میکنیم، عملا مطمئن هستید از خونه اول تا آیه منهای یک. شما وقتی گام آیوم رو شروع میکنید، مطمئن هستید که تا الان کیا رو پیدا کردید؟ اولین کوچکترین عدد رو پیدا کردید، دومین کوچکترین عدد رو پیدا کردید، تا آیومن های یکمین کوچکترین عدد رو شما پیدا کردید. تو بین بقیه قرار چیکار بکنید؟ مینیمم رو پیدا بکنید. پس قاعدتا من دیگه نیاز نیست که از این خط عبور بکنم. اینا توی سر جاشون قرار گرفتن. مینیمم این قسمت هیچ موقع از اینا رد نمیشه. من همینجا قاعدتا باید الگوریتم کاتش بکنم. خب اینا کات کردن چی شده؟ گفته که خب این یکی که من اینجا گذاشتم اشتباه است، یعنی میتونه یک بذارمش، اما خب میشه بهترش کرد، میتونیم به جاش آی بذاریم. یک هم میذاشتم اشتباه نبود، یک هم اگه میذاشتید اشتباه نبود، فقط این مینیمومی که اینجا میومد تا آخر هیچ اتفاقی، فوری که میزنیم میاد تو این قسمت، اما هیچ اتفاقی نمیفته. برای این بهتره که همون لحظه که میدونیم دیگه برش اتفاقی نمیفته، بعد از الگوریتم قطعش بکنید دیگه. خب این کل الگوریتم خیلی الگوریتم ساده ایه. بریم سراغ زمان اجراش. باید شروع کنیم خطا رو ببینیم که زمان اجرا هر خط چقدر دیگه. هر خط رو دیگه فرض بکنم که همه اینا او یکه، میکنم عملیاتی که داره اینجا انجام میشه عملیات متفاوتیه. مثلا اینجا دارید دوتا از خونه از حافظه رو با هم دیگه جا به جا میکن. اینجا یه ایف، یه مقایسه دارید انجام میدید. اینجا اتفاقی که داره میفته چیه؟ جی داره مقداردهی میشه، یه مقایسه میشه با آی، دو تا عمل داره انجام میشه. خواسته همه هزینه‌ها اینجا کانستنت هست، اما این کانستنت ها با همدیگه لزوما برابر نیست. اما واسه ما هیچ مهم نیست. واسه ما مهم اینه که این هزینه، این خطا هر کدوم کانستنت. میخوام زمان اجرا رو محاسبه بکنم. زمان اجرا متناسب با تعداد دفعات تکرار هر خط. تعداد تکرار رو اگه نیا کنیم، این هزینه دیگه، حالا اینجا بنویسم هزینه تکرار. خط اول این بار تکرار میشه. اگه دقت بکنید یک تا n من های یکه، اما بار آخر هم میاد این اجرا میشه، این شرطه برقرار نیست، خارج میشه.
حالا اونش واقعا این باشه یا element های یک باشه، عملا توی کامپلکسیتی زمان اجراش تأثیری نداره. روی اینا واقعاش خیلی حساسیت نیستش. خط دوم، خط دوم نگاه بکنید، خود خط دوم داخل این حلقه بالاییه. بذاریم این کار رو بکنیم. هزینه این قسمت رو حساب بکنیم، بعد عملا ضرب در چی بکنیم؟ ضرب در n بکنیم. خب هزینه این قسمت حساب بکنیم، ضرب در nش بکنیم، میشه در واقع هزینه کلمون دیگه. این خط رو نگاه بکنید چند بار تکرار میشه؟ n من های i به علاوه 1 اگه اشتباه نکنم. بذارید همینجوری n هم ضرب بکنیم دیگه. n با به خاطر این حلقه داره اجرا میشه. حتی دقیقش رو بخواید میشه، دقیقش رو بخواید n من های 1 با این حلقه n من های 1 بشه اجرا میشه. ضرب در n من های j به علاوه 1 من های. خط بعدی هم به همین شکل. بعد اول یکه اینا. نمیشه راحت هست که یه عدد جی ثابتی در نظر بگیریم. بعد بذاریم اون جی ثابت درست بشه. آره. الان نشون میدم که همونه دیگه در واقع. و فقط خواستم که جفتش هم ببینیم که میشه زیگمایی دید، میشه به این شکل هم به قضیه نگاه کردش. عملا اینکه کل اینو به صورت یه بسته بهش نگاه بکنید و عملا این فوره میشه یه زیگما پشت محاسبه. اما حالا فعلا گفتیم تقریبا همون چیزی که اونجا گفتیم، خط به خط محاسبهش بکنیم، بعد به صورت زیگما میشه نوشتش. اگه بخواد خط به خط حسابش بکنید، خلاصه میشه نشست و محاسبه کرد که هر خط چند بار اجرا میشه. اینو آیه به علاوه یکش بکنیم. آره اگه آیه به علاوه یکش بکنیم من نظرم میسته بهتر باشه، چون نیا کنید اینجا جیمون داره با جیمون داره با جی من های یک مقایسه میشه. مثلا آی به علاوه کی میشه؟ آی به علاوه یک با آی مقایسه میشه. آی که میذارید که با آی من های یک مقایسه میشه، اصلا لزومی با همچی مقایسه ای نیست. میشه این آی به علاوه یک کردش. خب یه خود حالا ممکنه اینا دست بخواد دیگه. مثلا الان این احتمالا میشه حالا یعنی روی این یک و منهای یکاش خیلی دیگه واقعا حساسیت نداره، روی کامپلکسیتی تأثیری نداره، اما بخواید میشه دقیق حسابش کردش. و آخری هم به این شکل. این آخری هم نگاه بکنید بستگی به این شرطه داره. اگه شرط درست باشه این داره خط اجرا میشه. آخه من میتونم بگم که حد اکثر چقدر تکرار میشه؟ حتی اکثر تا دفعات اجرای این مشابه حتی اکثر تکرارهای این هستش. بس من اینجا بسیم حتی اکثر، چون واقعا ممکنه کمتر باشه. که حالا کافی که اینا رو با هم دیگه جمع بزنید دیگه. حالا اگه جمع بزنیم چقدر میشه؟ این الان من بزنی این چیزی که من اینجا نوشتم به چی وابسته است؟ به آی وابسته است. آی هم داره تغییر میکنه. عملا چیزی که من باید محاسبه بکنم چیه؟ عملا چیزی که شما باید محاسبه بکنید یه زیگما. کل این هزینه هایی که اینجا هست عملا تو درسته سه تا از اینا دارید شما دیگه، نه؟ چه سه برابر n-1 ضرب در n-i. خب این سه باز خیلی واسه من مهم نیست. چیزی که من میذارم حالا میتونم واسه سه رو هم بذاریم. میرسم آیا تو از یک داره تا این تغییر میکنه؟
خب وقتی شما این زیگما رو محاسبه میکنید از سه وقتی فاکتور میگیرید سه یک کانستنت و خیلی نقشی توی کامپلکسیتی نداره. آره بس قاعدتا نباید اینم نهایی کردم من اینجا ضرب کردم دوست. کاری که اینجا ما کردیم الان حالا گفتیم اینم نهایی یک ضرب در اینم نهایی آی بار دوسته حرفشون دوسته زیگما اگه بخوایی بزنیم کار اشتباهیه. یه کار دیگه که میتونستیم بکنیم الان این تیکر کلن اگر صرف نظرش بکنید همونطور که گفتیم هر خط اینجا حساب بکنیم یکی از دوستان همون گفتش بعد زیکی باید رو بزنیم یعنی عملا به این معنا که سه ضرب در انمن های آی چی؟ نکن من آخه اینجا که داشتم میگفتم انمن های آزب در انمن های یک خب عملا دارم یه بار اون تعداد تکرارا رو حساب میکنم نه دارم میذارم پشت اون زیگما دارم یه بار دیگه دارم یعنی عملا تکرارا رو دارم دو بار حساب میکنم در حالی که بعد یه بار حسابش میکردم نکنید، شاید یه خود روش نوشتنمون اشتباه بود کلا این چیزی که نوشتیم یه مقدار مبهم بود، اشکال داشت نکنید، دو تا روش وجود داره، حالا بزن روش اول همین شاید سال زیگما رو بگیم بهتره بعد بیام سراغ اون روش دوم اینکه کلن اینو به عنوان یه زیگما بهش نگاه بکنید داره فرم میزنه آیا از یک تا n منهای یک این حلقه داره تکرار میشه داخلش خب من تعداد تکراره به ازای هر خط میام زمان اجراشو محاسبه میکنم این خط زمان اجرا شده n منهای i آیا شما فیکسش بکنید آیا شما فیکسش بکنید زمان اجرای این شده n منهای i زمان این خط شده n منهای i زمان این خط آخرم در بدترین حالت n منهای i این به ازای یه i خاصه حالا اتفاقی که داره میافته خود i داره تغییر میکنه یعنی فقط به ازای یه i خاص زمان اجرا میشه چقدر زمان اجرای شما هست سه برابر این من های آی حتی زمان اجراتون سه ضرب در این من های آی ضرب چیه؟ این او یک هست که عدد خیلی کوچیکیه مثلا در به تمام منفی هشت این هست خب این؟ نه فعلا این داخلش رو دارم حساب میکنم دیگه فقط این داخل رو هم حساب میکنن خب به ازای یه آیه خاص اون خیلی هزینش نمیشه خط اولتون این بار داره تکرار میشه آخرستش یه برلوه این میذاریم اما من قراره که این حلقه رو به ازای هر آیه اجرا بکنم آیه از یک تا این منها یک قاعدتا اگه بخواید همه اینا رو با هم دیگه جمع بزنید شما به ازای آیه مساوی یک هزینه‌تون میشه 3 برابر n منهای 1 به ازای i مساوی 2 هزینه‌تون شده 3 در n منهای 2 الی آخر بنابراین این هزینه کلتون میشه جمع اینا دیگه اولا این جمع به معنای همین زیگمایی که من اینجا نوشتم ادامه هایی خب
آره فورا از یک تا الیمنت های یک نکن روی این یک و منهای یکش یا حتی مثلا اینجا که اگه دقیقش رو بخواید ممکن این الیمنت های آیه منهای یک باشه یا الیمنت های آیه به علاوه یک باشه این یه دونه بالا پایین شمردنش نگاه بکنید معمولا توی کامپلکسیتی تأثیر نداره حالا اینجا من دوستا دقیقش الیمنت های یکه اگر الیمنت بنویسید توی کامپلکسیتی کلش تأثیر نداره خواستید روی حالا الان حساسیت خوب داشته باشید اما دیگه مثلا واسه الگوریتم بعدی دیگه معمولا این حساسیت آدم بهتر نشه باشه و اینا عذاب آوره کجا؟ خب این هم قاعدتا باید بشه نهایتا این منهایی کار بشه دیگه اون هم مشابه بود خب اگر بخوایم بدون استفاده از زیگما حل بکنیم چی؟ بخوایم هر خط رو جداگونه بهش نگاه بکنیم و نگاه کنیم که تعداد تکرار چقدره آره. یه خود چون اینجا یه خود واقعش اینجا چون عملا این داخلش یه جوری وابسته است به این آیه این که بخواییم به صورت مستقل بهش نگاه بکنید بگید که چند بار تکرار میشه کار ساده نیست اگر من به جای این آیه به علاوه یک میذاشتم یک حالا محاسبه این که هر خط چند بار تکرار میشه خیلی ساده است این حالا میتونید بگید که ان دو بار تکرار میشه مستقل است این آیه این بالایی است تو این حالت میشه خیلی راحت در واقع محاسبه کرد تکرارو باید شروع کرد اینا با هم دیگه جمع زدن تو این مثال خاص که اینجا وابستگی وجود داره به نظر میشه تنها کاری که میشه کرد واسه محاسبه این که به صورت زیگمایی بهش نگاه بکنید عملا هر فور به خودش به یه فور میشه به صورت یه زیگما نگاه کردش بعد اومده داخل هم در واقع نگاه کنید یه فوره اونم در واقع چیه یه زیگماه اگه بخوایم خیلی ریاضی وار بنویسیم اولتون از یک تا این منهای یک داخلش از n شروع شده تا i به علاوه یک و یه هزینه‌ای که داخل دارید این داخل پرداخت میکنه که این هزینه او یک میشه یه زیگمای تو در تو که این زیگمای تو در تو اگه محاسبش بکنید میشه تتای اندو حالا بشه اندو چهارم بشه اندو دهم بشه ده تا اندو خیلی واسه ما اهمیتی نداره چیزی که واسه من مهم هست اینه که ذات این پیچیدگی چقدره ذات این پیچیدگی یه چیزی چند جمله‌ای درجه دو هستش ذریباش خیلی واسه ما اهمیتی نداره حالا اون میگم یک اینا رو یه دونه بالا پایین در نظر بگیرید روی این پیچیدگی تاثیر نداره اندو تو رو نمی کنه ان همون اندو باقی میمونه ممکنه اون ضریبه تغییر کنه نه بدترین حالت رو دیگه نه الان مثلا شما اینجا آی به علاوه یک آی گرفت میشونم یک گرفت ولی خب بهینه‌ترین حالتش اینه که آی به علاوه یک بگیرید نه خب شما وقتی میخواید محاسبه کنید الگوریتم به شما میدن خب وقتی الگوریتم به شما دارن عملا به این معنی است که مشخص کردن که این یک یا آیا نه الگوریتم به شما میدن که زمان اجراش محاسبه کن دیگه حالا اگه یک داده بودن که خب محاسبه زمان اجراش خیلی ساده بود اگر هم ندادن که به این شکل خیلی میشه با دو تا زیگما حلش کردش خیلی بس پیچیده نیستش حالا نکته ای که این وسط وجود داره زمان اجرای الگوریتم تو بهترین حالت چقدره تو بدترین چقدر متوسط چقدر مرتب باشه این میشه آره.
مثلا حتی اگه آرایتون مرتب باشه زمان اجراتون اندو میشه. دلیلش هم خیلی ساده است، این اصلا نگاه نمیکنه، این جای داره است این داره تغییر میده تا آیه به علاوه یک، این عملیات رو انجام میده. حتی اگه مرتب هم شده باشه، آرایت هم مرتب شده باشه، این مقایسه رو داره انجام میده. برای واسه اش فرقی نمیکنه که آرایت مرتب شده نشده، هر چی هست داره این جی منهای ان منهای آیه به علاوه یک باشه میشه تکرار میشه. آره فقط آره، مثلا این سه ممکنه، چون این خط دیگه اجرا نمیشه، خط آخر اجرا نمیشه، عملا فقط میشه دو. توی اون کانستنت تأثیری داره اما توی کامپلکسیتی تأثیری نداره. عملا اگه یادتون باشه توی اینسرشن سورت، توی اینسرشن سورت شما تا آخر نمیرفتید، هر جا که عدد کوچکتر از خودتون میدیدید وامیستادید. واسه همین ترتیب اعداد خیلی مهمه، اما اینجا همچین چیز چک نمیکنه، همیشه داره یه عملی رو هی تکرار میکنه. خب از بدترین حالت، بهترین حالت و متوسط قاعدتا باید بشه چی؟ اندو. بریم سراغ یه مرتب سازی دیگه که زمان اجراش یه مقدار بهتره، یه مقدار که خیلی. مرتب سازی ادغام. مرتب سازی ادغامی یا انگلیسیش اگه بخوایم میشه merge sort. خب تا الان راه حلایی که واسه این مسئله گفتیم واسه مرتب سازی همشون اندو بودن. حالا میخوام یه راه حلی بگیم که زمان اجراش ان لاگ ان، یعنی ان لاگ ان با اندو خیلی متفاوته. حداقل واسه انای کوچیک شاید مرسوت خودش رو خیلی نشون نده، اما وقتی انتون مثلا میشه 10^10 یا 10^8 حتی 10^5 هم که بشه، فکر کنم قشنگ تفاوت بین مرج سوت و اینسرشن سوت رو متوجه میشید. مثلا اگر انتون مثلا 10^10 فکر کنم مثلا 6 بذارید، کمتر از 1 ثانیه احتمالاً الگوریتم مرتب سازیتون طول میکشه با مرج سوت، اما اگر بخواید مثلا از اینسرشن سوت استفاده بکنید یا از بابل سوت استفاده کنید احتمالاً بیشتر از 1 دقیقه 2 دقیقه طول میکشه. یه خود از اینجا دیگه مثلا 10^5 10^6 قشنگ میتونید تفاوت بین ان لاگ ان و با اندو رو متوجه بشید. حالا ایده مرسوت چیه؟ میگه که شما وقتی میخواید این اعداد رو مرتب بکنید، بیاید این کار رو بکنید، بیاید لیستتون دو قسمتش بکنید، اینو مرتبش بکنید، اینم مرتبش بکنید، جداگونه مستقل از همدیگه این دوتا رو مرتب بکنید، بعد بیاید با همدیگه
ادغامش بکنید. اگر شما دو تا لیست مرتب شده داشته باشید، قاعدتا بخواید دو تا لیست رو به صورت مرتب شده در بیارید، قاعدتا باید کار ساده‌تری باشه. مثلا بذارید الان یه همچین کاری بکنیم. فرض می‌کنید که من اینو مرتب کنم، حالا اینکه چطوری مرتب کرد بماند، من فعلا فقط مرتبش می‌کنم. این میشه 2 3 4 5 میاشت 7 بعدی میشه 1 6 10 و 12 پس که من اینا رو مرتب کردم، حالا اینکه چطوری مرتب کردم بماند. میخوایم دو تا لیست رو با هم دیگه ادغامش بکنم. اگه دو تا لیست رو بخواید ادغامش بکنید، کوچکترین عنصر لیستمون چی میشه؟ قاعدتاً کوچکترین عنصر لیستمون باید بین این دو نفر باشه. نیاز نیست اینجا رو بگردم. چون کوچکترین عنصر این لیست اینه، کوچکترین عنصر این لیست هم اینه. من کوچکترین عنصر رو میتونم با یه مقایسه خیلی ساده در بیارم. پس عملاً به این دو تا مقایسه میکنم. 1 میاد توی خروجی. خب بهتره 1 رو حذفش بکنیم. نفر بعدی کیه؟ بین 6 و 2. دوباره نیازی نیست که برم بقیه اعداد رو نگاه بکنم، چون الان کوچکترین عنصر این لیسته 2ه. کوچکترین عنصر این لیسته بعد از حذف 1 6ه. پس کافیه که بین 6 و 2 مقایسه انجام بدم، کوچکترینه بره توی خروجی. 2 میاد توی خروجی. 2 رو حذف میکنم. خب اگه نگاه کنید توی هر استپ یک مقایسه انجام میدم، خروجی رو تولید میکنم. 6 رو با 3 مقایسه میکنم، 3 میاد تو خروجی. 3 از لیست حذف میشه. به همین ترتیب دیگه. بعد 4 میاد خطش میزنم، 5 میاد خطش میزنم، حالا بین 6 و 7 6 میادش، 6 از اینجا حذف میشه و نهایتا بین 7 و 9 7 میاد. خب از اینجا بعدش دیگه، چون اون لیسته تموم شد دیگه، این لیسته رو میزنم تو خروجی. 9 10 12. خب چقدر هزینه میبره مرتب کردن اینا؟ اگر این امتا عنصر داشته باشه، اینجا هم امتا عنصر داشته باشید، این لیست مرتب شده است، این لیست هم مرتب شده است، هزینه ادغام این دو تا لیست چقدر؟ اینه به علاوه ام. حداقلش چقدر؟ حداکثرش چقدر؟ حالا فرض بکنید که من جفتش یه اندازه بگیرم، مثلا جفتش این اونصده، اینم این اونصده، میتونه متفاوت باشه. حالا من بذار یکسان نظر بگیرم. و از اون تعداد مقایسه هایی که اینجا انجام میدم، حداقلش چقدر میشه، حداکثرش چقدر میشه؟ خب دو تا نکته اینجا وجود داره. نکنید اگر بحث اینه که شما میخواید زمان اجرا رو محاسبه بکنید یا تعداد مقایسه رو محاسبه کنید. اگر بخواید زمان اجرا رو محاسبه بکنید، خب عملا زمان اجراتون چطوریه؟ من به ازای هر مقایسه دارم یه دونه یه خروجی تولید میکنم دیگه، نه؟ شما به ازای هر مقایسه یه مقایسه انجام میدید یه خروجی تولید میکنید. آخر سر چند تا خروجی تولید کردید؟ انتا اونسای اینجا داشتید، انتا اونسای اینجا داشتید، دو انتا. بس عملا نگاه بکنید زمان اجراتون میشه دو انتا. بذار هر مقایسه یه خروجی تولید کردید و حتما این اعداد همشون رفتن توی خروجی دیگه، به هر حال زمان اجراتون میشه دو انتا. اما به لحاظ تعداد مقایسه، اگه بخواید تعداد مقایسه ها رو بشمارید، زمان اجرا رو نمیخواید بشمارید،
اگه بخواد تعداد مقایسه ها رو بشمارید، تعداد مقایسه ها ممکنه بعضی مواقع خیلی کم بشه، بعضی مواقع ممکنه زیاد بشه. حالا چه موقع تعداد مقایسه تون کم میشه؟ آره اینا پشت هم باشن، اول اینا برن تو خروجی، اینا تموم بشه، دیگه اینا نیازی به مقایسه ندارن، میان توی خروجی. که تو این حالت دیگه چند تا مقایسه میشه؟ این تا مقایسه میشه. به جای اینکه دو این تا مقایسه باشه، این تا مقایسه میشه. اول اینا میان توی خروجی و بعد عملا همشون با اولیه مقایسه میشن، میان تو خروجی. این تا مقایسه اینا تموم میشه، بعد اینا میان توی خروجی. و من اینجا حالا سوال اینه که آیا واقعا دنبال تعداد مقایسه هستی یا دنبال تعداد به حال از لحاظ مرتبه زمانی خیلی تفاوتی نداره. حالا این دو این اینش واسه ما خیلی مهم است. خب حالا سوالی که اینجا مطرح میشه، آره من دو تا لیست معتب شده داشته باشتم، میتونم این دو تا رو خیلی سریع ادغامش بکنم، یه لیست معتب شده بزرگتر ایجاد بکنم. خب سوال اینه که من چطوری اینو مرتبش بکنم؟ با فرضی که این دو تا مرتب شده هست، من میتونم سریع مرتب بکنم. اما وقتی اینا آره حالا بازگشتی دیگه، این در واقع تکنیک داد میزنه که از روش بازگشتی استفاده بکنیم. یعنی چی؟ من که اینا رو مرتب بکنم، از همین تکنیک استفاده میکنم. اول این تیکر رو مرتبش میکنم با همین تکنیک. با همین تکنیک یعنی چی؟ یعنی اینا نصفش میکنم، این ورش رو مرتب میکنم، بعد این ورش رو مرتب میکنم، بعد با هم دیگه ادغام میکنم. اون برم با همین تکنیک مرتبش میکنم، حالا جفتش که مرتب شد میتونم با هم دیگه ادغام میکنم. اگه بخوایم برنامه‌اشو بنویسیم، بزنیم برنامه‌اشو بنویسیم و بعدش هم شروع کنیم تحلیل کردنش، ببینیم زمان اجازه چقدر میشه. اون اسمش هم که مشخص از کجا اومده دیگه، در واقع دو تا لیست مرتب شده میخواد با هم دیگه ادغام کنه، به همین دلیل بهش میگن مرتب سازی ادغامی. فرض بکنید که من یه آرایه آ دارم که میخوام از خونه پی تا خونه کیو رو مرتب بکنم. مثلا اینجا الان شما یه آرایه آ دارید که میخواد از خونه اول تا خونه پنجم مرتب بکنید. یه آرایه آ دارید که از خونه ششم تا خونه دهم میخواهید مرتب بکنید. برای این اندیسا رو من نیاز دارم، برای اینکه میخوام بگم که از کجا تا کجای آرایه رو مرتب بکنه. و من این دو تا رو به عنوان پارامتر بهش میدم. این برام جلو. خب اگه نگاه کنید الگوریتم اینم خیلی ساده است دیگه. معمولا الگوریتم بازگشتی خوبیش اینه که ساده است. اگر اندیس R کوچکتر از اندیس P باشه، قاعدتا من نیاز به انجام هیچ کاری ندارم. من قرار از خونه P تا خونه R رو مرتب کنم. اگر R کمتر از P، عملا چیزی واسه مرتب کردن نیست. پس با فرضی که R بزرگتر از P، یا حتی اگه پی مساوی آر هست، یعنی یه خونه است دیگه، مرتب کردنش واسه من معنا نداره. من فقط واسه حالتی که آر بزرگتر از پیه باید بشم کد بنویسم. واسه حالتی که آر بزرگتر از پی هست، میام عنصر وسط رو پیدا میکنم.
مثلا همین اول کار که شما میخواید برنامه کال بکنید، عملا میگید مرسورت فکرم 10 تا عدد دیگه، از 1 تا 10. خب اتفاقی که میافته کیو رو واسه شما محاسبه میکنه، کیو شما میشه 1 به علاوه 10 تقسیم بر 2 که میشه 5. پس میاد از خونه 1 تا 5 مرتب میکنه، از خونه 6 تا 10 اینجا مرتب میکنه، مرتب میکنه و میز کجا؟ همون داخل آرای آ. اینجا مثلا از خونه 1 تا 5 مرتب میکنه، میز تو همون خونه 1 تا 5 اینا را مرتبشون، این تیکر را مرتب میکنه، مرتب شده شد تو همینجا مینویسه، این تیکر را مرتب میکنه، مرتب شده شد تو همینجا مینویسه. بعد حالا کاری که باید بکنیم که باید مرج بکنیم. مرجش هم گفته که از خونه پ تا کیو، اینجا میشه با اندیس نشون داد دیگه، نه اولا گفته که از خونه پ تا کیو رو به عنوان یه آرای مرتب شده در نظر بگیر، از کیو به علاوه تو آر هم به عنوان یه آرای مرتب شده دیگه، این دوتا با هم دیگه مرجشون کن. خب حالا تنها کاری که ما باید انجام بدیم چیه؟ پیاده سازی مرج. یعنی فعلا به نظر کدش ساده می اومد، اما خب این یه تیکه مونده، این یه تیکه رو باید پیاده سازیش بکنیم. خب آره پایش چی میشه؟ چی؟ نیاز واقعا به پایه داره؟ پایش تو این برنامه هست دیگه نیست؟ وجود داره پایه خود به خود توش. مثلا میرسه به کجا؟ مثلا یه جا دارید این برنامه کال میکنید، مثلا دارید کال میکنید مرسوت، فرض کنید میرسید به اینکه مرسوت آ از خونه 1 تا خونه 2. خب فرض کنید به این میرسید، از خونه 1 تا 2 رو میگه مرتب بکن، چه اتفاقی میفته؟ خب این که قاعده بزرگتر بودن برقرار هست، کیو شما محاسبه میشه، میشه 1. خب اینجا کیو میشه 1. حالا اتفاقی که میافته چیه؟ مرسوت شما این دو تا رو کال میکنید، مرسوت این دو تا برنامه رو کالش میکنید. اما نگاه کنید حالا کال کردن این دو تا برنامه اما هیچ اتفاقی نمیافته، چون وقتی اینو کال میکنید چون این قاعده برقرار نیست، فقط صرفا ریتر میشه، واسه این هم هیچ اتفاق خاصی نمیافته، فقط ریتر میشه. کاری که انجام میشه کجاست؟ توی مرج دیگه، این دو تا خونه با هم دیگه مرج میشه. اما عملا اون پایه‌ای که شما تو ذهنتون هست اینجا با این فرضه وجود داره. چی؟ مرجو آره آره قبول دارم، باید مرجو من بذارمش. اگه مرجو بذارم بیرون چی؟ آره مشکل سر این نه، نکته این که خب نه، این که داخل رفته، نکته واسه 1 و 2 داخل رفته، واسه 1 و 2 داخل رفتیم، این محاسبه شده، اینم محاسبه شده، اینم محاسبه شده، این اجرا میشه، برای مشکلی نداره. حالا واسه 1 و 1 دیگه اصلا داخل این نمیره، اصلا نیاز نیست به مرج کردن نیست که بخوایم داخل مرج بریم، برای مشکلی نداره، پایه عملا تو این شرط وجود داره. بریم سراغ مرجه.
خب بذار معیار رو من یه جور دیگه پیاسازی بکنم، بعد حالا بگیم چطور میشه تغییر داد که دقیقا همین بشه. من دو تا آرایه میگم به عنوان ورودی و خروجی رو می‌نویسم داخل دو تا آرایه به عنوان ورودی میگم، خروجی می‌نویسم داخل سی. حتی خواهی این تابعه که من دارم می‌نویسم پارامترش با این چیزایی که اینجا من دادم چیه؟ فرق میکنه. اما خب مشکلی نداره، میشه اینا رو با هم دیگه مچش کردش. خب قاعدتا شما دو تا لیست معطف شده دارید دیگه. حالا لزومن هم اندازه این دو تا لیست با هم دیگه برابر نیست. دو تا آرایه صفحه گرفتیم میدونید معطف شده است. خب کاری که من میکنم اینه که یه اشارهگر میذارم واسه اول این، یه اشارهگر هم میذارم واسه اول این آیا جی. خب این آرایه آیه، این آرایه بی شماست و قراره که خروجی بنویسم داخل سی. خب یه اشارهگر هم فعلا واسه این بذاریم، اولین جایی که قراره که شما کوچکترین عدد رو بنویسید. قاعدتا باید آی مساوی یک باشه، جایی هم مساوی یک باشه، اول کار کار هم باید مساوی یک باشه. اول خونه اول سی رو مشخص میکنم، بعد میام سراغ خونه های بعدی. خب کاری که من باید بکنم اینه که به یک رو در واقع بی آی رو با یخشت. کاری که من باید بکنم به جای یا با آی باید مقایسه کنم. کوچکترین رو می‌نویسیم داخل کجا؟ سی کا. می‌خوام این شرط‌ها رو این برنامه رو بنویسیم. خیلی نباید کار سختی باشه. حالا اگر آی کوچکترین بود چه اتفاقی می‌افته؟ آیش یه دونه افزایش پیدا می‌کنه. اگر به جای کوچکترین بود جای یه دونه افزایش پیدا می‌کنه. این کارتون هم که تو هر لحظه باید یه دونه افزایش پیدا بکنه طبیعیه. اگر بخوایم با وایل بنویسیم با فور میشه نوشت؟ شاید با فور یه خود فور بزنیم یا نذاریم؟ قاعدتاً میشه روی کا فور زد تا n به علاوه ام. توی خروجی قطعا اینه ولو ام تا عدد من دارم. نه میگم پارامترش مهمنی فرق داره دیگه. حالا اینطوری یه خواهد توضیح دانش ساده تره. بعد میگم که چه کار کنیم که این تبدیل شد اون دیگه. شما نگاه کنید عملا اندیسار داشته باشید به این معناست که آرایه هم دارید دیگه. خیلی تبدیل کردن اون به اون خیلی کار سخت قاعدتا نیست. خب خیلی برنامه ساده ایگه. اگر آی بزرگتر است به جایی باشه سی کای شما میشه، حالا دیگه اینجا حالا اندیس نمیشیم اندیس بذاریم دیگه، سی کای شما میشه بی جی. قاعدتا من جایی باید یه دون افزایش بدم دیگه. این برنامه میشه به شکل مختلف میشه نوشت، با فور میشه نوشت، با وایل میشه نوشت. الان این برنامه که نوشتیم به نظر میسه یه مشکلی داره. آره ممکنه اینجا شما آیا دارید افزایش میدید
آیا از این از اینجا رد بشه بره؟ اینجا به نظر میسه یه شرطی رو باید چک کنن که آیا هم کمتر است؟ کمتر است؟ اینه اونم دارن کمتره. حالا یه خود این شرط رو گذاشتن اینجا یه خود آزادنده است، حداقل کدزرن رو یه خود طولانی میکنه. میشه شرط رو گذاشت، یه خود کدمون کثیف میشه. میشه با یه کار ساده تری این مشکل حل کرد؟ چی؟ میشه وایلی گذاشت، عملا همون شرط گذاشتنه. بدون شرط گذاشتن یه کاری که میشه کرد، میشه این آرایه را یه خود بزرگترش کرد. انتهای دوتا آرایه‌تون یه مثبت بی‌نهایت بذارید. خب عملا به این معناست که به ازای هر آرایه‌تون یه خونه اضافه باید فضا لحاظ بکنید. حالا هیچ موقع این آیه جی شما از این ان و ام رد نمیشه. مثلا آیه‌تون میرسه به اینجا، خب این اشاره‌گرتون افزایش پیدا میکنه، میاد اینجا، میاد اینجا، میرسه به این. اما فرض کنید که جی‌تون اینجاست، خب هنوز جی‌تون تموم نشده. خب چون الان داره به این عدد اشاره میکنه، عدد مثبت بی‌نهایته، نه؟ قبوله دیگه از اینجا بعد همه از این مثبت بی‌نهایت کمترن؟ این از این کمتره، بنابراین این آیه‌تون افزایش پیدا نمی‌کنه تا اینکه فقط جی‌تون داره افزایش پیدا می‌کنه دیگه. یعنی اون برسه ته خط، این تازه شروع می‌کنه حرکت کردن و آیه‌تون استاپ می‌کنه، هیچ حرکتی انجام نمیده. بنابراین از این محدوده خارج نمیشه. نه دیگه مشکلی هم نداره دیگه، من چون ان علاوه ام بادم تکرار می‌کنم به مشکل بر نمی‌خوام. اما خب میشه، اما خب این کار معنیش به اینه که شما بیاید یه خونه به دوتا آرایه‌تون اضافه بکنید. یعنی در واقع یه فضایی رو دارید اشغال میکنید. اگر نمیخواید این فضا رو اشغال بکنید، بیاید اینجا کد بزنید. کد بزنید و اون شرط i کمتر از n و j کمتر از m هم لحاظ بکنید. خواسته این دوتا کار میشه انجام داد. ببینید کدومش بهتره واسه پیاده سازی دیگه. به نظر میسه که این بهتر باشه. خب حالا کاری که ما اینجا کردیم اینه که آبر خوندیم، ریختیم داخل یه آرایه سی. این آرایه سی تو رو میتونید یه آرایه گلوبال تعریف کنید. اما خب من اینجا میخواستم خروجی داخل آرایه ای بریزم، یعنی سر جاش قرار بود بریزم. خب اگه بخواد یه همچین کاری بکنید طبیعیه که چیکار بکنید؟ آخر سرش که سی رو محاسبه کردید کپیش کنید توی ای. خواسته یه فوری هم آخر سر باید بزنید که سی رو برگردن توی ای. به غیر از کپی کردن میشه این کار انجام داد؟ یعنی اصلا من از آرایه سی استفاده نکنم، همه کارها رو روی مثلا آرایه ای انجام بدم؟ چون یه آرایه A دارید، یه سری عدد داخلشه. فرض کن اینا مرتب شده است، قسمت اولش مرتب شده است، مثلا چه بدم؟ 2 7 8 9. اینجا من معزش اینجا مشخص کنم. این برم هستش 4. پس که نصف اولش مرتب شده، نصف دومش هم مرتب شده است. من میخوام از آرایه سی کمک نگیرم. میخوام دوتا با هم دیگه مرج کنم رو همین بنویسم. واقعا امکان پذیر هست یا نه؟ آبه میاد دقیقا. مثلا اینجا الان 1 و 2 رو مینیموم میخواید بگیرید، 1 مینیمومه. بعد 1 رو میخواید بذارید جای 2 از بین میده.
یا از خود آلای بخواید از آلای کمکی استفاده نکنید به نظر میسه که امکان پذیر نه. آلا خواسته بعد از آلای کمکی استفاده بکنید و اگر به قرازی به نظر میسه که امکان پذیر نباش. خواسته که بس میشه مرسو تو در واقع قسمت مرج میشه به این شکل پیاده‌سازی کردش. هاشم گفتم فراخونی اینجا با اون چیزی که اونجا نمیشین متفاوته، اما اینا با هم دیگه قابل تبدیل هست. شما اندیسار داشته باشید مثل اینکه آرایه رو دارید و مشکلی ایجاد نمیشه که به اون شکل من بشونم تابر رو پیاده‌سازی بکنم. خب بریم سراغ تحلیلش. تحلیلش فرض بکنید که من مرسو رو تو یه آرایی که اندازش این هستش بخوام اجرا بکنم، میدم زمان اجرا چقدر میشه. خب زمان اجرا اینو من میگیم تی این این هزینه که پرداخت میکنیم چقدره؟ خب هزینه که من دارم پرداخت میکنم اینجا یه OI1 دارم هزینه پرداخت میکنم، اینم که OI1ه، خب جمعی دوتا که OI1 شد. اینجا اگه نگاه بکنید وقتی اون تابلو کال میکنید اینجا چی میشه؟ میره واسه نصفی از اعداد، عملا از یک تا N دومه، بعدی از N دوم به علاوه یک تا اینه. این نصف واسه نصفی از اعداد داره کار میکنه، این هم واسه نصف دیگه. برمانی میشه خب خط اول او یک شد، خط دوم هم که او یکه، خط سوم تیه این دومه، چون در واقع داره نصفی از اعداد رو مرتب میکنه، این هم داره نصفی از اعداد رو مرتب میکنه، میشه تیه این دوم. خط آخرمون هم که دوتا لیست مرتب شده با سایز N دوم و هم دیگه دارن ارتقا میکنن. خط آخر دوتا لیست مرتب شده به طول N دوم و هم دیگه ارتقا میکنن. زمان اجراش O N. عملا این توی بود دیگه، N دوم برای N دومه دیگه. که حالا میشه همون. خب تی دومون چقدر یا تی یک؟ تی یک و تی دو هم محاسبه کنیم. اگه یه دونه عنصر رو بخواید مرتبش بکنید عملا فقط این ایفه اجرا میشه دیگه و هیچ اتفاقی نمیفته. عملا تی یکتون او یک. تی دوتون هم نگاه بکنید کانستنت دیگه نه؟ تی دو هم نگاه بکنید میشه دوتا عدد، باید تک تکشون معتب بکنید که اتفاقی نمیفته، بعد باید با هم دیگه مرج بشه. اتفاق خاصی نمیفته. خاصت اون هم میشه کانستنت. قطعا این کانستنت این پایینی از کانستنت بالایی بیشتر هست. حالا خیلی واسه ما مهم نیستش. خب اگه بخوایم خلاصش بکنیم این رابطه بازگشتی رو باید حلش بکنیم که دیگه حلش رو بمونه واسه
جلسه بعد. چی؟ اولش کیسه؟